شماری از بانوان تجارت پیشه در هرات به مناسبت سال نو جشن سمنک را برگزار کردند. ده ها تن از این بانوان با نواختن موسیقی مخصوص گرداگرد دیگ سمنک این مراسم را به جا کردند. این زنان میگویند که جشن سمنک تاریخ طولانی دارد و از نسل های گذشته با آنان به میراث گذاشته شده است. آنان از مردم میخواهند که این جشن را حتی در خانه هایشان تجلیل کنند. به این گزارش توجه کنید. تجلیل از جشن سمنک از سوی بانوان تجارت پیشه در ولایت هرات. ده تن از بانوان به ویژه بانوان تجارت پیشه اینجا در مرکز تجارتی زنان هرات گرداگرد دیگ سمنک گرد هم آمده و این سرود مخصوص جشن سمنک را اجرا می کنند. در جشن سمنک معمولاً بانوان دست به دعا بالا می کنند و برای داشتن سال خوب و به دور از مشکلات آرزو دارند. شیرینی سمنک که در دیگه مخصوص پخته می شود به عنوان نذر نیز استفاده می شود. ما حقیقی ما همینه که ما این سال نه به که سمنک پخته می کنیم، دعایی که می کنیم انشالله مستجاب میشه. انشالله که مستجاب هم بشه، دعاها میگی و از ما مستجاب شه. هر کس یک دعای یک مراد داشته باشه، چون این نذر خیلی نذر بزرگه، قبول می کنم. هر کس مرادی داشته باشه، هر کس خواستی داشته باشه، خدا برآورده می سازه. جشن سمنک یکی از رسوم پرطرفدار جشن نوروز در افغانستان است. این جشن که بیشتر مخصوص خانم ها و دختران است، در شب نوروز با ساز و آواز و زمزمه ترانه سمنک و پخت سمنک برگزار می شود. شماری از این بانوان اما از دولت می خواهند که به منظور حمایت از زنان و زنده نگه داشتن جشن سمنک این جشن را ملی بسازد. هدف از برنامه ما این هست که خانم ها همه بدهید یک دیگر جمع بشن و همو انعنات و رواج های دیرینی قدیمی خور زنده بسازیم که یک خوشی و به خاطر آمدن طبیعت، به خاطر سال نو، به خاطر روز دیقان ما بدهید یک دیگر جمع بشیم و همو خوشی های خود سپری بکنیم. در مجموع در کنار هفت سین، سمنک به عنوان یکی از اجزای مهم سفره هفت سین است. مصروفیت بسیاری از خانواده ها به ویژه بانوان و دختران افغان را در شب نوروز شرکت در جشن سمنک تشکیل می دهد. بانوان با نیت و خواسته هایی که در دل دارند در اولین شب سال نو با حضور در جشن سمنک دعا می کنند تا حاجات آنان در سال نو برآورده شود.